سلام بر شما خوش آمدید به این بخش خبری با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته تنها علی خامنه ای را پرچمدار جمهوری اسلامی می داند و وجود پرچمهای دیگر در این نظام نه است و نه شرعی به گزارش رسانه های ایران آقای روحانی این مطلب را رو روز دوشنبه چهاردهم آبان ماه در دیدار با وزیر مدیران و کارمندان وزارت اطلاعات بیان کرده است به گفته در جمهوری اسلامی ایران تنها یک پرچم و یک پرچم دار وجود دارد و آن مقام معظم رهبری است. حسن روحانی بارها دولت خود را مدیون علی خامنه ای معرفی کرده و پیروزیش در انتخابات سال 92 را لطف رهبر جمهوری اسلامی دانسته است. حامیان علی خامنه ای نیز در چهار ماه گذشته بارها گفتند دولت یازدهم تا زمانی مشروع و مورد حمایت آنهاست که در خط ولایت باشد. روزنامه جمهوری اسلامی حسن روحانی و محمود احمدی نژاد را به یک اندازه پوپولیست دانسته و به کنایه خطاب به روحانی نوشته بهتر بود به جای اینکه بگوید سرهنگ نیست اعلام میکرد من پوپولیست نیستم این انتقاد در سرمقاله شماره روز دوشنبه چهاردهم آبان ماه این روزنامه با عنوان پوست خربزه سبد کالایی زیر پای دولت منتشر شده است این روزنامه نوشته توزیع مقدار ناچیزی از مایحتاج اولیه برای اهل دقت و تحلیل کافی بود تا بفهمند یا اگر نمیدانستند مطمئن شوند که دولت موسوم به تدبیر و امید نیست در پوپولیسم و شعارگرایی چندان از اسلاف خود در دولتهای نهم و دهم متفاوت و متمایز نیست. این روزنامه افسوده است علاقه مندان دولت یازدهم و دقدق مندان نسبت به نظام و کشور این روزها آرزو می کنند آقای روحانی به جای جمله معروفش در مناظرای انتخاباتی که من سرهنگ نیستم می گفت من پوپولیست نیستم کارل بیلد سخن وزیر خارجه سوئد امروز وارد ایران شد وزیر خارجه سوئد گفته است توافق اولیه هسته ای اخیر با ایران گشایشی مهم است و اگر دو طرف با حسن نیت مذاکره را پیش ببرند شانس زیادی برای دستیابی به یک توافق نهایی وجود دارد وی که در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان شرکت کرده بود پیش از سفر به تهران گفت که اول به اصفهان میرود و سپس به تهران خواهد رفت و هدفش از سفر به ایران را کمک به پیشرفت روابط خواند وزیر خارجه سوئد روز یکشنبه نیز با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حاشیه کنفرانس مونیخ دیدار کرده بود. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید پیشنهاد وزیر خارجه ایران را برای سفر به تهران پذیرفته و ظرف چند هفته آینده به تهران خواهد رفت. خانم اشتون در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ به روزنامه وال استریت جورنال با اشاره به دشوار بودن مذاکرات هسته‌ای گروه پنج به علاوه یک با ایران گفت این مذاکرات حتی ممکن است بیش از شش ماهی که از پیش برای دستیابی به چنین توافقی در نظر گرفته شده طول بکشد. کاترین اشتون تاکید کرده توافق نهایی باید جامعه بین المللی را به یقین برساند که برنامه هسته‌ای ایران کاملا صلح‌آمیز است. خانم اشتان گفته است هیچ تضمینی وجود ندارد که در پایان به چنین توافقی دست یابیم. مصطفى پورمحمدی وزیر دادگستری از بازداشت بیش از ده نفر از مدیران و رؤسای شعبه و مستشاران سازمان تعذیرات حکومتی که به گفته ای او در پرونده ها به فساد آلوده شدند خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر آقای پورمحمدی با معرفی خود به عنوان وزیر ضد فساد گفته است این افراد شناسایی و دستگیر شدند و اعترافات متعددی در مورد تخلفات خود بیان کردند. ایران یکی از فاسدترین دولت‌ها در جهان از نظر فساد دولتی و اقتصادی است. سازمان شفافیت بین المللی که مقر آن در آلمان است در آخرین گزارش سالانه خود که دوازدهم آذرماه امسال منتشر شد ایران را از میان 177 کشور در رتبه 144 جهان از نظر فساد اداری قرار داد که نشان دهنده 11 پله سقوط در مقایسه با سال 2012 میلادی است بیشتر اکبر حاشمی رفسنجانی گفته بود بسیاری از فسادها در جمهوری اسلامی سریز و قابل بیان کردن نیست وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی فونیکس در برلین با بیان اینکه فاجعه آمیز خواهد بود اگر ایران و کشورهای غربی نتوانند بر سر مناقشه هسته‌ای به توافق برسند گفته است باید از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را برد ظریف همچنین در نشست تخصصی ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ با اشاره به رابطه ایران و آمریکا هم گفت هنوز بی‌اعتمادی عمیقی میان دو طرف وجود دارد در حاشیه این نشست جان کری و محمد جواد ظریف یک با یکدیگر دیدار کردند و وزیر خارجه ایالات متحده به همتای ایرانی خود گفت آمریکا به اعمال تحریم های موجود علیه ایران ادامه می دار. محمد جواد ظریف در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ روز یکشنبه ملاقاتی جداگانه با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا داشت. وزیر خارجه آمریکا در این دیدار با آقای ظریف گفت آمریکا به اجرای تحریم‌های کنونی علیه ایران ادامه خواهد داد. در همین حال وزارت خارجه ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد دیدار جانکری و محمد جواد ظریف فقط درباره مذاکرات هسته‌ای بوده و به گفته ای این وزارتخانه هر گونه خبرسازی درباره محتوای این دیدار دقیق نیست و مورد تایید وزارت خارجه نمی باشد. وزیر امور خارجه ایران همچنین در گفتگو با شبکه تلویزیونی فونیکس گفت باجه آمیز خواهد بود اگر ایران و کشورهای غربی نتوانند بر سر مناقشه هسته‌ای به توافق برسند. ظریف شامگاه یک شنبه در هتل دالون برلین با خبرنگار شبکه تلویزیونی فونیکس به گفتگو پرداخت. وزیر امور خارجه ایران در این مصاحبه تلویزیونی تصریح کرد که در مناقشه هسته‌ای فرصتی نادر به دست آمده و از آن باید برای اعتمادسازی متقابل سودجست. وی افسود که کشورهای غربی سالیان دراز حتی پیش از انقلاب دریغ کردند از اینکه به ایران سوخت هسته‌ای مورد نیازش را برسانند و امروز زمینه اعتماد متقابل فرا رسیده است ظریف در پاسخ به این پرسش که ایران بیش از اندازه مورد نیاز دست به غنیسازی اورانیوم زده گفت ممکن است گفته شود که ایران در گذشته صادقانه عمل نکرده و فعالیت هسته‌ای شفاف نبوده و سوی دیگر غنیسازی در این سطح برای ایران اقتصادی نبوده است ولی اینها همه مربوط به گذشته است از نظر وی اگر بخواهیم گذشته را بسنجیم باید روی کردهای هر دو طرف را در نظر داشته باشیم وی تأکید کرد که ایران با قدمت تاریخی هزاران سالش دشوار میتواند بپذیرد که دستورالعملهایی از خارج به دیکته شوند محمد جواد ظریف همچنین در نشست تخصصی ایران که در سومین و آخرین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ با حضور یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وزیر امور خارجه سوئد و کریستوفر مورفی سناتور آمریکایی برگزار شد با تاکید بر اینکه هنوز اعتمادی عمیقی بین دو طرف وجود دارد تاکید کرد که ما امروز نیازمند اعتماد سازی هستیم وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه باید وضعیت امروز را واقع بینانه نگاه کنیم و در گذشته نمانیم گفت با انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری از سوی مردم که شعارش اعتدال و تدبیر بوده است ما امروز شاهد تغییراتی در سیاست ها هستیم و دولت ایران تصمیم جدی دارد که موضوع هسته ای را حل و فصل کند ظریف خاطر نشان کرد این اشتباه بزرگی است برای آن عده که فکر می کنند ما به خاطر تحریم ها در مذاکرات حضور یافته ایم. زیرا وقتی تحریم ها آغاز شد ما تنها نزدیک به 200 سانتریفیوژ داشتیم. اما امروز بعد از ده سال تحریم ما نوزده سانتریفیوژ داریم و دانش هسته ما بومی است. ظریف تأکید کرد این یک فرصت تاریخی است که باید از آن استفاده شود و اگر ما همچنان در توهم گذشته زندگی کنیم سالهای زیادی برای از دست دادن فرصت تأسف خواهیم خورد. ایران در 24 نوامبر سال 2013 با کشورهای پنج به یک در ژنو توافق کرد که فعالیتهای غنیسازی اورانیوم خود را محدود کند و امکان بازرسی گسترده تر از تأسیسات اتمی خود را فراهم آورد و در مقابل در دوره شش ماه از مزایای کاهش تحریم ها برخوردار شود قرار است دور جدید مذاکرات جدید اتمی میان ایران و کشورهای پنج بلاوه یک در روز 18 فوریه یعنی 29 بهمن در ویان آغاز شود. راشیدی سرکنسول ایران در هرات در نشست خبری روز گذشته تاکید کرد ایران با امضای توافقنامه امنیتی کابل واشنگتن مخالف نیست اما ایران در این مورد ملاحظاتی دارد که نباید نادیده گرفته شود او افزوده است در سفری که رئیس جمهور کرزای به کشور ایران داشته است این ملاحظات از سوی رئیس جمهوری ایران به او انتقال داده شد این دیپلمات ارشد ایران در حرات در شرایطی از حمایت جمهوری اسلامی ایران در امضای توافقنامه امنیتی افغانستان با آمریکا خبر میداد که پیشتر ایران مخالفت خود را با امضای این توافقنامه اعلام کرده و گفته بود امضای این توافقنامه به سود افغانستان نیست منابع خبری محلی از وقوع انفجار در منطقه پلچرخی کابل خبر دادند معاون سخنگوی وزارت کشور افغانستان اعلام کرده است انفجار زمانی رخ داد که مواد منفجره جاسازی شده در یک مدرسه علوم دینی منفجر شد این مدرسه علوم دینی متعلق به مولوی ترخیل عضو مجلس نمایندگان افغانستان در حوزه دوازدهم پلیس کابل است تاکنون فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است طی شبانه روز گذشته دستکم 85 نفر از جمله 10 کودک بر اثر حمله هوایی نیروهای بشار اسد به شهر حلب کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه نوشت 65 نفر از کشته شدگان این حملات هوایی از افراد غیر نظامی بودند. بنابراین گزارش ده تن از کشته شدگان این حملات از اعضای گروه شبه نظامی جبهه النصرت از گروه های مربوط به القاعده بودند. شهر حلب که پیش از آغاز جنگ داخلی سوریه قطب اقتصادی این کشور به شمار می رفت، اینک میان نیروهای دولتی و نیروهای مخالف تقسیم شده و بخشهای بزرگی از آن نیز ویران شده است. در جریان بمباران شهر حلب توسط هواپیمای ارتش بشار اسد در ماه دسامبر صدها نفر که بیشتر آنها غیر نظامیان بودند جان باختند. در سلسله انفجارهای امروز بغداد دوازده نفر کشته و سی نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه یک مسئول امنیتی عراق گفته است در انفجار خودروی بمب گذاری شده دیگری در همین منطقه یک نفر کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند در انفجار خودروی بمب گذاری شده دیگری نیز در منطقه البلدیات در شرق بغداد دو نفر کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند در همین حال خودروی بمب گذاری شده دیگری نیز منطقه الحریه در شمال بغداد را به لرزه درآورد و باعث مرگ یک نفر و زخمی شدن نه نفر دیگر شد. هیئت پارلمانی انگلیس که به قاهره سفر کرده است با وزیر دفاع و معاون اول نخست وزیر دولت موقت مصر دیدار و درباره تحولات این کشور با وی گفتگو کرد. به گزارش رویترز هیئت پارلمانی عالی رتبه ای انگلیس متشکل از اعضای مجلس لردها و مجلس عوام این کشور با عبدالفتاح از سیسی دیدار و تحولات منطقه‌ای و روند دموکراسی در مصر مورد بحث و بررسی قرار گرفت هیئت پارلمانی انگلیس در این دیدار از اینکه ملت مصر موفق شد نخستین دستاورد نقشه راه آینده مربوط به همه پرسی قانون اساسی جدید را محقق سازد ابراز خورسندی کرد و برای مصر جهت گام برداشتن در مسیر بازسازی مؤسسات دولت و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در همان سطح شفافیت و به صورت سازماندهی شده آرزوی موفقیت کرد هیئت انگلیسی همچنین تاکید کرد اطمینان دارد ملت مصر مرحله کنونی را پشت سر خواهد گذاشت و به نقش رهبری خود در حمایت از امنیت و ثبات در منطقه خاورمیانه باز خواهد گشت در این دیدار همچنین صدقی صبحی رئیس ستاد مشترک ارتش و تعدادی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و سفیر انگلیس در قاهره حضور داشتند خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی لیبی خبر داد بیش از 54 متهم از زندانی در پایتخت این کشور موفق به فرار شدند بنابر گفته این منبع امنیتی در حالی که محافظان در حال توزیع صبحانه در زندان بودند ادعی از زندانیان پس از شکستن پنجره های محافظتی ساختمان موفق به فرار شدند لیبی از زمان سقوط معمر قذافی شاهد بی‌ثباتی و ناآرامی است دولت این کشور برای تامین امنیت به علت عدم وجود پلیس و ارتش قدرتمند به شبه نظامیان متکی است. وزیر کشور لبنان انفجار تروریستی شهر هرمل را بسیار خطرناک خواند و گفت این جنایت کاری یک نفر نبود و شاید بیش از 100 عنصر در یک عملیات انتحاری شرکت داشتند. به افسوده است وضعیت امنیتی لبنان ناپایدار است و روز به روز بدتر می شود. یک خودروی بمبگذاری شده شامگاه شنبه نزدیک مدرسه المابرات ویژه ایتام در خیابان اصلی ورودی شهر هرمل در شرق لبنان منفجر شد که بر اثر آن چهار تن کشته و بیش از هفتاد نفر دیگر زخمی شدند جبهه نصرت یک گروه سوری مرتبط با القاعده مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است هرمل در منطقه بقای لبنان قرار دارد و یکی از پایگاه‌های بزرگ حزب الله به شمار می‌رود چندی قبل انفجاری انتحاری توسط خودروی بمبگذاری شده روبروی ساختمان یکی از اداره های محلی در شهر هرمل لبنان در نزدیک مرز سوریه روی داد و به کشته شدن دست کم پنج تن از جمله مهاجم انتحاری و زخمی شدن 26 نفر دیگر انجامید. این انفجار انتحاری دقایقی پیش از آغاز دادگاه بین المللی متهمان ترور رفای خریری نخست وزیر سابق لبنان که از سال 1383 در انفجاری مهیب در بیروت ترور شده بود روی داد اما برای دومین بار هم یک خودروی بمب گذاری شده شامگاه شنبه نزدیک مدرسه المبرات ویژه ایتام در خیابان اصلی ورودی شهر هرمل در شرق لبنان منفجر شد که بر اثر آن چهار تن کشته و بیش از هفتاد نفر زخمی شدند به دنبال این حادثه جبهه النصرت یک گروه سوری مرتبط با القاعده مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است همچنین مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز یک شب این انفجارها را محکوم کرد افخم ضمن محکوم کردن این انفجار تروریستی گفت بی تردید اقدام تروریستی گروه های تکفیری مانند جبهه النصر و اقدامات مشابهان در لبنان و منطقه در راستای منافع و سیاست های اسرائیل است که با هدف صدمه زدن به وحدت ملی ثبات و امنیت کشورهای منطقه از جمله لبنان صورت میگیرد در همین حال مروان شربل وزیر کشور لبنان وضعیت امنیتی این کشور را ناپایدار اعلام کرد و هشدار داد هر روز هم که میگذرد این وضعیت بدتر می شود. شربل در گفتگوی خبری روشی که در انفجار تروریستی شهر هرمل به کار رفته است را بسیار خطرناک خواند و افسود این جنایت کار یک نفر نیست و شاید بیش از 100 عنصر در یک عملیات انتحاری شرکت داشته باشند. وی خاطر نشان کرد که وزارت کشور لبنان فهرستی بیش از 300 تا 400 خودرو را در اختیار دارد که در شش ماه گذشته سرقت شدند و برخی از آنها تا کنون در انفجارهای تروریستی مناطق مختلف لبنان مورد استفاده قرار گرفتند. وزیر کشور لبنان اظهار داشت کسانی این خودروهای مسروقه را میخرند و بعد از تجهیز و بمبگذاری در سوریه در اختیار عناصر انتحاری قرار میدهند تا در انفجارهای تروریستی استفاده کنند وزیر کشور لبنان با تاکید به اینکه لبنان به تنهایی توانایی مقابله با انفجارهای تروریستی بسیار خطرناک را ندارد گفت که این تجربه در همه کشورها از جمله روسیه، عراق و مصر و حتی در آمریکا وجود دارد. مروان شربل افزود روش های بکار رفته در انفجارهای تروریستی برای مردم لبنان عجیب است اما باز ببینیم که بسیاری انتحاری ها لبنانی هستند و گویی ما در ستاره دیگری زندگی می کنیم در لبنان در نتیجه جنگ های داخلی سوریه رو به افزایش است صحنه سیاسی در لبنان شاهد شکاف میان حزب الله لبنان و گروه های همپیمانش از یک سو و گروه 14 مارس که آن را اعتلاف گروه ها و نیروهای منتقد حزب الله تشکیل می‌دهند از سوی دیگر است حزب الله و همپیمانانش حامیان نظام بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند و گروه 14 مارس از مخالفان او حمایت می کند. نیروهای حزب الله در جنگ های داخلی سوریه حضور دارند و در جنگ علیه مخالفان بشار اسد شرکت می کنند. منتقدان حزب الله حضور نیروهای این حزب در سوریه را عامل کشانده شدن نارامی ها به لبنان می دانند. عزیز نصیرزاده معاون نیروی هوایی ایران روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است این نیرو در بومی کردن صنایع هوایی ایران موفق بوده و توانسته جنگنده و بمب‌های هوشمند را در داخل کشور بسازد معاون نیروی هوایی ایران توان این نیرو را با توان نظامی آمریکا مقایسه کرده و گفته است ما نمیگوییم توان فیزیکی ما با آنها برابر است اما می به آنها ضربه کاری بزنیم آقای نصیرزاده مشخص نکرد منظور او از ضربه کاری چیست اما گفت نیروهای آمریکایی به تلفات انسانی حساس هستند نیروی هوایی ایران قبل از انقلاب اسلامی مجهز به آخرین تکنولوژی دفاع هوایی روز جهان بود و کادرهای آن عمدتا در کشورهای غربی آموزش دیده بودند محمد نبی حبیبی دبیر کل معتلفه با حمله به تشکل مجمع روحانیون مبارز گفته است برخی از اعضای مجمع در فتنه سال 88 آتش بیار معرکه بودند. و با اشاره به بیانیه مجمع روحانیون مبارز به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب که خواستار رفع حصر سران فتنه شدهاند گفت سران فتنه با عدم پذیرش رأی ملت و همراهی با سرویس های اطلاعاتی و قدرت رسانهی غرب در صدد کودتا و انقلاب به اصطلاح رنگی علیه رأی ملت بودند و هنوز هم بر این مشی خود اصرار می‌ورزند. آقای حبیبی گفته است ما احساس میکنیم برخی در حال باستولید فتنه سال 88 از طریق پاک کردن صورت مسئله فتنه هستند. مردم نسبت به این حرکت حساس هستند و در روز 22 بهمن موضع قاطع خود را اعلام خواهند کرد. فرید زکریا تحلیلگر سیاسی آمریکایی در سرمقاله اخیر خود در روزنامه واشنگتن پست با اشاره به لزوم مصالحه ای ایران و آمریکا به نقل از روحانی گفته است حصر میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد ظرف چند ماه آینده شکسته می شود. فرید زکریا گفته است میان روها در ایران خواستار ادغام ایران در جامعه بین المللی هستند. با این حال روحانی و تیمش تحت محدودیت هایی فعالیت می کنند و با مخالفت های زیادی از داخل مواجه هستند. به افزوده است همین وضعیت در مورد دولت اوباما نیز وجود دارد. بهتر است که هر دو طرف خود را برای توافق نهایی آماده کنند و به مصالحه با یکدیگر دست بزنند. دفتر آقای روحانی تا کنون به این نقل قول واکنشی نشان نداده است. پس از آنکه سایت امنیتی تصمیم مدعی شد آیت الله خزعلی مصاحبه‌ای در حمایت از فرزندش مهدی خزعلی انجام نداده است، مهدی خزعلی زندانی سیاسی پیشین خبر داد که فایل صوتی این مصاحبه تلفنی موجود است. آیت الله خاص علی یوسهم بهمن ما در گفتگو با سایت انتخاب اتهام زنی به منتقدان جمهوری اسلامی را کاری خبیث و در جهت تضعیف نظام ارزیابی کرده بود مهدی خاص نیز در واکنش به این تکذیبیه خطاب به پدرش نوشته پدرجان تئوری حفظ نظام به هر قیمت با شکست مواجه شده است و دیگر از نظام اسلامی چیزی نمانده است به خطاب به پدرش نوشته اگر میخواهید حاصل کار سی ساله خود را ببینید به مسجد بروید چقدر آدم زیر سی سال در صفحه نماز است محصول شما نماز نمیخواند غزالی همچنین نوشته مأموران امنیتی برادرش را تهدید به بازداشت کرده و توانستند تکذیبیهای برای مصاحبه پدرش از او بگیرند ابوالقاسم خاص علی پس از اعتراض های سریح فرزندش به وقایع سال 88 با اعلام براعت از وی رابطهش با مهدی خاص را قطع کرد یک مقام امنیتی یمن گفته از نور احمد نیکبخت دیپلمات ایرانی که در تیر ماه در صنعا رو بوده شد زنده و سالم است وی افزوده است تماسهایی که از طریق میانجیگران قبایلی با ربایندگان دیپلمات ایرانی برقرار شد تایید می کند که او زنده است و جسد پیدا شده متعلق به وی نیست اوایل بهمن ماه سال جاری گزارشهایی در خصوص کشف جسدی بی سر در نزدیکی میادین نفتی در شمال استان معرب منتشر شد که مقامات ایرانی آن را تکذیب کردند در همین زمینه کاردار یمن در تهران به خبرگزاری ایرنا گفت بر اساس اطلاعات دریافتی آقای نیکبخت زنده و سالم است و نیروهای امنیتی به دنبال یافتن راهی برای کمک و آزادی او هستند نور احمد نیکبخت وابسته اداری سفارت ایران در یمن بود که در 3 تیر 92 توسط افراد مسلح ربوده شد بیشتر ابوالقاسم اسدی دیگر دیپلمات ایرانی در یمن 28 دی ماه در صنعا به ضرب افراد مسلح کشته شد اما مجلس شورای اسلامی به شهرداری ها مجوز داد تا سقف 70 هزار میلیارد ریال با اطلاع وزارت کشور و مجوز بانک مرکزی اوراق مشارکت با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن منتشر کند. بیشتر جمهوری اسلامی به جهت کسری بودجه خود اوراق مشارکت منتشر کرده بود که با استقبال مردم مواجه نشد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی نمایندگان مجلس ایران در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 93 کل کشور در بند دال تبصره شیش این لایحه به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آن اجازه دادند به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و اطلاع وزارت کشور تا سقف 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن منتشر کنند همچنین در بند ه تبصره 6 بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت با نرخ مالیاتی صفر محسوب شده است. پیشتر شرکت ملی نفت ایران با کسری بودجه 23726 میلیارد ریال اوراق مشارکت در پارس جنوبی منتشر کرده بود که با استقبال مردم روبرو نشده بود. همچنین خبرگزاری فارس هم گزارش داده بود که مردم از کل اوراق مشارکت در شش ماه نخست سال جاری استقبال نکردند. به نوشته این خبرگزاری از کل 6 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت که در شش ماه نخست سال جاری عرضه شده تنها 403 میلیارد ریال به فروش رفته است. خبرگزاری فارس منطبق نبودن نرخ سود اوراق مشارکت با واقعیت های اقتصاد ایران را دلیل جذاب نبودن اوراق عرضه شده دانسته و نوشته بود که این مسئله اوراق مشارکت را فاقد توجیه اقتصادی کرده است. مخالفان دولت اوکراین اعلام کردند از کشورهای غربی که به حمایت از جنبش اعتراضی علیه رئیس جمهور این کشور وعده دادند درخواست کمک مالی کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از کیف، یکی از رهبران مخالف دولت اوکراین در این خصوص گفته است ما با شرکای غربیمان من صحبت کرده ایم و آنها آماده این کار هستند. ویتالی کلیچکو دیگر رهبر مخالفان دولت اوکراین نیز اعلام کرد سران گروه مخالف خواستار میانجیگری بینالمللی در مذاکرات با ویکتور یاناکوویچ رئیس جمهوری این کشور شدند گروه مخالف خواستار امتیازدهی بیشتر یاناکوویچ از جمله آزادی فوری و بیقید و شرط همه معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات است یانوکوویچ طی چند روز گذشته با استعفای نخست وزیر خود موافقت و قوانین جنجال برانگیز ضد اعتراضات را لغو کرد با این حال مخالفان دولت اوکراین خواهان بازبینی قانون اساسی هستند که در صورت تحقق بخشی از قدرت گسترده رئیس جمهوری از وی سلب خواهد شد دولت پاکستان از تصمیم طالبان به منظور از مذاکرات صلح با دولت استقبال کرد گروه شبه نظامی طالبان پاکستان یک کمیته پنج نفره از رهبران ارشد مذهبی و سیاسی را به منظور از سرگیری مذاکرات صلح با دولت با هدف پایان خونریزیها ها در کشور معرفی کرد. چودری نصار علی خان وزیر کشور پاکستان در گفتگو با رسانه ها اعلام کرد تیم مذاکره کننده معرفی شده از سوی طالبان یک تحول مثبت در راستای رسیدن به صلح پایدار از سوی دولت ارزیابی می شود. به افزود مسائل نگران کننده ای وجود دارد که باید با نمایندگان طالبان در میان گذاشت پیشتر دولت پاکستان یک کمیته چهار نفری را به منظور مذاکرات صلح با طالبان معرفی کرده بود سازمان ملل متحد گفته است که سه ممیز هفت میلیون نفر در اثر درگیری های داخلی در سودان جنوبی نیاز مبرم به کمک های دارند. سازمان ملل همچنین گفته است برای تهیه و توزیع کمک های غذایی در آن کشور به یک ممیز سه میلیارد دلار پول نیاز دارد خشونت ها میان افراد, افراد دو قبیله بزرگ سودان جنوبی در دسامبر سال گذشته آغاز شد و در این مدت هزاران نفر کشته شده و بیش از 860 هزار نفر آواره شدند. پس از اعلام اخیر آتش بس میان نیروهای ارتش و شورشیان قرار است دور جدید مذاکرات صلح هفته آینده آغاز شود. زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع تونس خواستار بازگشت به این کشور و زندگی در شرایط اقامت اجباری شد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، صافی سعید از روزنامه تونسی در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی خصوصی گفت بن علی از یکی از کشورهای عربی احتمالاً الجزایر درخواست کرد برای بازگشت به کشورش میان وی و دولت تونس میانجیگری کند. روزنامه نگار تونسی تصریح کرده است بن علی در مقابل بازگشت خود به تونس پیشنهاد داده است که به بازگرداندن دارایی های به قارت رفته این کشور کمک کند در این حال که تاکید کرده است که وی در قارت این دارایی ها دست ندارد بن علی در پی انقلاب مردمی تونس در 14 ژانویه 2011 تونس را ترک کرد و به عربستان پناهنده شد. به دنبال توضیح سبد کالا در ایران شماری از نمایندگان مجلس از این طرح انتقاد کردند و از ارائه طرح تحقیق و تفحص از این طرح خبر دادند در تهران از صبح روز یکشنبه سیزدهم بهمن سبد کالای مواد غذایی به مشمولان کم درآمد توضیع شد ولی 87 درصد بازنشستگان و 13 میلیون کارگر از دریافت این سبد محروم شدند دو نماینده مجلس شورای اسلامی ایران از ارائه طرح تحقیق و تفحص از توزیع سبد کالا با چهل امضا به هیئت رئیسه مجلس خبر دادند کمال علیپور نماینده مجلس ضمن اعلام این خبر گفته است که محروم بودن شماری از اخشار آسیب پذیر از جمله کارگران و روستاییان از جمله دلایل این تحقیق و تفحص است جبار کوچکی نژاد نماینده مجلس با تایید این خبر به خبرگزاری فارس گفته است که یکی از محورهای اصلی طرح تحقیق و تفحص از بسته کالای دولت به دلیل استفاده از برنج هندی است. کمال علیپور در خصوص طرح تحقیق و تفحص و چگونگی انتخاب اقلام سبد کالا گفته است معیارهای وزارت صنعت و معدن برای انتخاب اقلام سبد کالا علت عدم انتخاب برنج ایرانی عدم استقبال وزارت صنعت از تولیدات داخلی برای قرار دادن در سبد کالا و عدم شمول بسیاری از اخشار آسیب مانند کارگران و کشاورزان در گروه افرادی که سبد کالا دریافت می کنند از مهمترین محورهای این تحقیق و تفحص است. مسارزا ثروتی عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت نیز گفته است با توجه به اینکه دولت آمار دقیقی از افراد نیازمند جامعه ندارد توضیع سبد کالایی بر مبنای فعلی صحیح نیست. وی افسوده در این تخصیص ها کارگران روستاییان و مناطق محروم دیده نشده و سبد کالایی به افراد حقوق بگیر تعلق گرفته و روستاییان که حقوق بگیر نیستند اما به واقع نیازمندند از دریافت این سبد محروم میمانند محمد بیاتیان نماینده مجلس نیز از اختلاف بین برخی اعضای دولت در نحوه و فرایند توضیح سبد کالا خبر داده و گفته است شنیده های غیر رسمی حاکی از آن است که برخی از وزرا تا مرز استعفا هم پیش رفتند در همین حال جعفر قادری نماینده مجلس با انتقاد از سبد کالا گفته است در پرداخت سبد کالا شبیه سهام عدالت برخورد شده یک سری گروه که مستحق دریافت بودند مشمول سبد کالا نشدند کسانی که بعضا بی نیاز بودند مشمول دریافت سبد کالا قرار گرفتند قلام رضا عباسی دبیر کل کانون عالی انجمنهای سنفی کارگران سراسر ایران هم با اشاره به اینکه سبد کالا فقط به مستمری بگیران تأمین اجتماعی و کارگران با حقوق زیر 500 هزار تومان داده می شود گفته است شمار زیادی از کارگران از این تر محروم شدند به گفته است هیئت وزیران مصوب کرده بود سبد کالا به کلیه کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی داده شود در حال حاضر که چنین نشده باید گفت که تنها دو میلیون نفر از کارگران مشمول سبد کالا می شوند. در همین حال گزارش شده در نخستین روز توزیع سبد کالا گروه کثیری از مردم ناراضی بودند به گزارش رسانه ها گذاشتن شرط حقوق 500 هزار تومانی برای بازنشستگان تامین اجتماعی باعث شده تا فقط 13 درصد این افراد یعنی در حدود 260 هزار مستمری بگیر از جامعه دو میلیون نفری آنان مشمول دریافت سبد کالا شوند و به این ترتیب 87 درصد بازنشستگان از گرفتن این سبد کالا محروم شدند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده که سرپرستان خانوار برای دریافت سبد کالاهای حمایتی باید با در دست داشتن کارت ملی و کارت بانکی حساب دریافت یارانی ماهانه خود ابتدا در صف طولانی دریافت قبض سبد کالایی بیستند که این کار به علت سرمایه هوا در محیطهای سربسته صورت می گیرد. و در خبر دیگر نیز گفته شد که یک مرد 60 ساله در نزدیکی صف توزیع سبد کالای یارانه‌ای و روبروی یکی از فروشگاه های زنجیری شهر کرمانشاه جان باخت. علت این حادثه در پیامک هایی که به سرعت در میان مردم رد و بدل شد ازدهام جمعیت عنوان می شد. محمد صالح جوکار نماینده مجلس از بازداشت 28 کارگر معدن چادر ملو در شهرستان اردکان انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایمنا آقای جوکار همچنین با انتقاد از برخورد امنیتی با اعتراض های سنفی کارگران معدن چادر ملو گفته است با توجه به شرایط دشواری کاری این کارگران باید به خواست سنفی آنها رسیدگی کرد پیشتر احمد کمالی فرماندار اردکان به ایمنا گفته بود کارگران به دلیل شکایت کارفرما توسط پلیس امنیت احضار و سپس بازدار شدند این مقام دولتی با انتقاد از اعتراض های سنفی کارگران معدن چادرملو در روزهای گذشته گفت تحریک کارگران به اعتصاب توسط عده محدودی صورت می گیرد. سه هزار کارگر معدن چادرملو روز ششم آذر در اعتراض به آنچه های نابرابر می‌خواندند و نیز اعتراض به اخراج بهرام حسنی نژاد دست به اعتراض زدند. کارگران معترض معتقدند حکم اخراج آقای حسن نژاد برخلاف ماده 25 و 27 قانون کار صادر شده است. وزیر نفت با تاکید بر این موضوع که نیروی انتظامی بیش از 180 میلیون دلار به آن وزارتخانه بدهکار است گفته است پیگیر وصول طلب وزارت نفت از نیروی انتظامی هستیم. به گزارش خبرگزاری مهر بیژن نامدار زنگنه گفته است در این راستا با مراجع زیستلاح وارد گفتگو شده ایم. پیش از این اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در مورد بدهی 185 میلیون دلاری این نیرو به خبرگزاری ایسنا گفته بود 11 درصد کسری اعتبار نیروی انتظامی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در قالب فروش یک محموله نفتی به این نیرو واگذار شده بود آقای احمدی مقدم گفته سوء استفاده صورت نگرفته است و در شرایط تحریم زیبا نبود که راهکارها و مسیرها فاش شود محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نواد مجلس از تشکیل 1300 پرونده شکایت از عملکرد قوه قضایی در این کمیسیون خبر داد. آقای پورمختار به سایت بولتن نیوز گفته این شکایت ها مربوط به قضات و آرایی است که صادر کردند. پور همچنین گفته طی این مدت 4000 پرونده شکایت وارد این کمیسیون شده است رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس موضوع حدود 30 الی 40 درصد این پرونده ها را مربوط به فساد اقتصادی اعلام کرده است هیئت منصفه دادگاه مطبوعات صبح روز یکشنبه علی دهباشی مدیر مسئول مجله بخارا را مجرم شناخت هیئت منصفه همچنین علی دهباشی را با اکثریت آرا مستحق تخفیف ندانست مدیر مسئول ماهنامه بخارا به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی به دادگاه احضار شده بود پیشتر شعری با مضمون تشبیه پوشش چادر به کلاق موجب شکایت مدعی العموم از مجله بخارا شده بود مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان به خبرگزاری مهر گفته است کارگران چینی شاغل در میدانهای نفتی آزادگان لاکپشت فراتی از گناه های جانوری در خطر انقراض را شکار کرده و میخورند. حمید رضا لاهیجانزاده به مناسبت روز جهانی طالب ها افسوده است خشکاندن تعمدی این طالاب توسط حکومت صدام حسین کاهش ورودی آب به این طالاب بعد از احداث صد کرخه و فعالیت نفتی دلایل اصلی خشک شدن بخش عظیمی از آن بوده که بر اساس اعلام سازمان ملل یکی از دو فاجعه زیست محیطی قرن را پدید آورده است اما مرکز زمینشناسی آمریکا از وقوع زمین لرزه‌ای به قدرت 6.4 درجه در مقیاس ریشتر خبر داد در غرب یونان به گزارش خبرگزاری فرانسه این زمین لرزه ساعت سه بامداد به وقت گرینویچ رخ داد که عمق آن حدود 14, 14 کیلومتری زمین بوده است با این خبر به پایان این مجموعه خبری میرسیم ممنونم که با تلویزیون ایران فردا همراه هستید. از طرف خودم و گروه خبر شب و روز خوبی را رو برایتون برایتان آرزو میکنم خدا نگهدار